به نام خدا با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی من حامد باغری هستم کارشناس ارشد علوم اقتصادی با آموزش حل تمرین حسابداری میانه یک در خدمت شما هستم این آموزش برای فرادرس تهیه میشه ما توی این آموزش پیرو درس حسابداری میانه یک که من تدریس کردم و توی فرادرس وجود داره میخوایم بریم سراغ حل تمرین این درس و با توجه به موضوعاتی که در درس حسابداری میانه وجود داره و منابع مختلف دروس دانشگاهی به اونها اشاره میکنن سعی میکنیم مثالهایی رو با هم دیگه حل بکنیم مثالهایی که میتونه مثالهای جامعی باشه و با توجه به اون مثالها شما بتونید که در عمل کارهای حسابداری میانه رو انجام بدید و به سوالهای دانشگاهی اون پاسخ بدید پس بریم سراغ درس اولمون که میخوایم به مبانی علوم نظری پایه و عملی در حسابداری بپردازیم یه تعداد نکته کافی و جامع خدمتتون عرض میکنم و بعد میریم سراغ حل تمرین مخصوصا در دروس بعد دیگه سعی میکنم که مستقیما بریم سراغ حل تمرین ما صورتهای مالی مختلفی رو در حسابداری داریم صورتهای مالی اساسی ما همون ترازنامه ها هستن صورت سود و زیان هست و صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقدی از صورتهای مالی مهم و اساسی در حسابداری هستند. ما یادداشتهای توضیحی هم داریم که معمولا به عنوان چک نویس زیر دست حسابداران هست حسابداران از اونها استفاده میکنن برای اینکه یه درک و تفسیر بهتری از اسناد داشته باشن و توی یادداشت های توضیحی از توضیحات مختلفی که وجود داره تا شفافیت ببخشه به صورت های مالی از یادداشت های توضیحی صورت های مالی هم استفاده میشه و لذا به عنوان یه زمینه هم میتونه معرفی بشه برای صورت های مالی که بتونه به استفاده کننده از اون صورت های مالی اطلاعات و یه دید کافی بده تا اون استفاده کننده بتونه از اونها درک کافی رو داشته باشه اصول و مفاهیم حسابداری هم وجود دارن که این اصول و مفاهیم حسابداری به سه تا بخش تقسیم میشن به مفروضات بنیادی حسابداری اصول اساسی حسابداری و میثاق ها یا اصول محدود کننده ما توی مفروضات بنیادی حسابداری فروز مختلفی رو داریم مثل تفکیک شخصیت تداوم فعالیت فرض دوره مالی و فرض واحد پولی یا همون واحد اندازگیری هست که باید به یک زبان مشخص ارائه بشه اطلاعاتمون در صورتهای مالیمون که استفاده کننده ها بدونن ما به چه زبان حسابداری داریم صحبت میکنیم تا بتونن از اون اطلاعات راحت تر استفاده بکنن توضیحات مربوط به همین مفروضات مربوط به حسابداری هم در درس حسابداری میانه یک تفصیل گفته شده مورد بعدیمون اصول اساسی حسابداریه ما توی اصول اساسی حسابداری چهار تا اصل داریم که مهمترین اصول حسابداری رو تشکیل میدن اصل بهای تمام شده اصل تحقق درآمد هست که در یک دوره مالی محقق بشه اصل تطابق هزینه ها با درآمدها ها هست ما نمیتونیم بدون اینکه چیزی رو داشته باشیم اقدام به فروش اون بکنیم و اصل افشای کامل اطلاعات هست به نحوی که استفاده کننده ها از اطلاعات گنگ نباشن و یک رانت اطلاعاتی به وجود نیاد که برخی به اطلاعات حیاتی دسترسی پیدا کنن مخصوصا زمانی که شرکت ها میان عرضه های مختلفی رو برای سهام خودشون و اوراق بهادار خودشون انجام میدن و اگر اطلاعات مهم و حیاتی مربوط به اون سرمایه گذاری ها و اوراق به صورت کامل افشا نشه باعث میشه که سرمایه گذارها با یک سردرگمی مواجه بشن و چه بسا سرمایه اشتباهی رو در مجموعه ما انجام بدن موضوع بعدی اصول محدود کننده هستش یا میثاق که محدود کنندگی رو برای ما دارن مثل اهمیت مثل محافظ کاری مثل خصوصیات صنعت اهمیت به این نکته اشاره میکنه که ما باید بحث هزینه فایده رو در اقدامات حسابداریمون انجام بدیم اگر برای پیدا کردن مواردی که کم اهمیت و کم ارزش هستن مجبور هستیم از روش ها و اقدامات پرهزینه ای استفاده بکنیم در مقابل اون مواردی که به دنبال اونها میگردیم اهمیت کافی و به درد بخوری رو ندارن ما لزومی نداره حتما از روش های پرهزینه استفاده بکنیم روش محافظه کاری به این نکته اشاره میکنه یا اصل محدود کننده محافظه کاری به این نکته اشاره میکنه که ما زمانی که روش های مختلف و اصول مختلف حسابداری رو در پیش داریم و میتونیم از هر کدوم از اونها استفاده بکنیم سعی میکنیم بریم سراغ روش یا اصلی که مساعدت بکنه سیستم ما رو یعنی روی دارایی های ما روی سرمایه های ما روی بدهی های ما تاثیرات مورد نیاز ما رو حالا تاثیرات مثبت روی دارایی ها و سرمایه ما و تاثیرات کاهش دهنده در برابر بدهی های ما رو داشته باشه یعنی ما از یک سیستم محافظه کاری استفاده می کنیم زمانی که روش ما طبق اصول حسابداری پذیرفته شده هستش سعی می کنیم از سیستم یا اصولی استفاده بکنیم که به نفع مجموعه ما باشه ما یه تعداد مفاهیم مختلف رو هم در حسابداری داریم به عنوان مفاهیم نظری گزارشگری مالی تو این مفاهیم نظری گزارشگری مالی موارد مختلفی وجود داره مثل هدف صورتهای مالی که ارائه اطلاعات مختلف و اطلاعاتی که به صورت خلاصه شده و طبقه بندی شده میتونه وضعیت مالی ما عمل کرده ما و انعتاف پذیری سیستم ما رو به ما نشون بده مورد بعدی یا مفهوم بعدی نظری ما خصوصیات کیفی اطلاعات مالی هستش که میتونه با محتوای اطلاعات مرتبط باشه یا با ارائه اطلاعات مرتبط باشه که میتونه مربوط بودن و قابل اتکا بودن رو به ما معرفی بکنه یا قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن رو به ما ارائه بده از طرفی ما توی صورتهای مالیمون عناصر مختلفی رو هم داریم توی صورتهای مالیمون معمولا دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سرمایه، درآمد، هزینه، آورده های صاحبان سرمایه و مطالبات و ستانده های صاحبان سرمایه در صورت های مالی ما منعکس میشن مفهوم بعدی شناخت توی صورت های مالی هستش منظورمون از شناخت توی صورت های مالی مشخص کردن عنوان و مبلغ پولی یه مورد یا یه منبع هزینه هستش و محاسبه کردن اون احتساب اون توی جمع اقلام یکی از صورتهای مالی اساسی ما هستش شناخت ما هم مربوط به شناخت اولیه هستش که باید بشناسیم و ثبت حسابداری صحیح رو انجام بدیم و هم مربوط به تجدید اندازگیری یا غالبا تجدید ارزیابی هایی که برای عناصر سرمایهی ما وجود داره مفهوم بعدی اندازگیری توی صورتهای مالی هستش که یکی از میارهای شناخت یک انصر محسوب میشه و باید ما بتونیم اندازگیری بکنیم یک انصر رو در صورت مالیمون و بتونیم به مبلغ پولی اون انصر رو معرفی بکنیم یعنی ارزش مالی اون رو معرفی بکنیم شرایط مختلفی داره و موارد اندازگیری مختلفی وجود داره مثل بهای تمام شده بهای جایگزینی ارزش بازار مبالغ بازیافتی که برای کالاهای قابل استهلاک و قابل مستهلک شدن وجود داره و ارزش فعلی یکی از ملاک ها و سنگ محک های اندازه گیری ما هستند. مورد بعدی نحوه ارائه اطلاعات توی صورتهای مالی هستش ما باید اطلاعات مالیمون رو در قالب یه مجموعه تحت عنوان صورتهای مالیمون ارائه بدیم که صورتهای مالی ما که صورتهای مالی اساسی رو داریم اشاره می کنیم و یادداشتهای توضیحی ما بتونن اطلاعات مربوط به عناصر مختلف موجود در سیستم حسابداری ما رو معرفی بکنن و به نحوی اونها رو در کنار هم سرت بکنن و چیدمان بکنن که اقلامی که ماهیت مشابه دارن در کنار هم قرار بگیرن و با اقلامی که ماهیت های متفاوتی دارن قابلیت تمیز دادن رو به ما ارائه بدن یعنی ما بتونیم اونها رو تشخیص بدیم و از همدیگه بتونیم اونها رو تمیز بدیم مطلب بعدی که وجود داره مبنای تعهدی و مبنای نقدی هستش ما مبنای تعهدی رو به این شکل معرفی میکنیم که معاملات و سایر اتفاقات در زمان وقوع شناسایی میشن و درآمدها در زمان تحقق و هزینه ها در زمان تحمیل اونها به ما و بدون توجه به دریافت یا پرداخت چه نقد شناسایی میشن و توی دفاترمون ثبت میشن ولی توی مبنای نقدیمون معاملات ها و رویدادهای های مختلف صرفا در زمان دریافت و پرداخت چه نقد شناسایی میشن یعنی درآمدها در در زمان دریافت و هزینه هامون در زمان پرداخت هزینه هامون شناسایی میشن و توی دفاترمون ثبت میشن ما یه مبنای تبدیل رو هم داریم تبدیل مبنای نقدی به مبنای تعهدی اگر مبنامون تعهدی باشه وجوه نقد دریافت شده بابت فروشمون رو برای فروشمون اگر مبنای تعهدیمون رو بخوایم به دست بیاریم با توجه به مبنای نقدیمون میگیم که فروش بر مبنای تعهدی برابر با وجوه نقد دریافت شده بابت فروش که در مبنای نقدی دریافت کردیم به اضافه افزایش در حسابهای دریافتنی تجاری یا منهای کاهش در حسابهای دریافتنی تجاری که اگر افزایش باشه افزایش در پیش دریافت فروش هاست و اگر کاهشی داریم هر دوتاش به صورت منفی هم کاهش در حسابهای دریافتنی تجاریمون و هم کاهش در پیش دریافت فروشمون باید کاسته بشن منفی باشن یا مثبت ها افزایش مثبت داشته باشن با وجوه نقد دریافت شده بابت فروشمون جمع بشن تا مبنای نقدیمون تبدیل به مبنای تعهدیمون باشه در مورد سایر درآمدها هم اگر بخوایم سایر درآمدها رو بر مبنای تعهدی به دست بیاریم میتونیم بگیم که وجوه نقد دریافت شده بابت سایر درآمدها بر مبنای نقدی با افزایش درآمدهای دریافتنی و افزایش در پیش دریافت سایر درآمدها جمع میشه یا با کاهش در درآمدهای دریافتنی و کاهش در پیش دریافت سایر درآمدهامون منها میشه تا مبنای نقدی سایر دریافت هامون و سایر درآمدهامون تبدیل به سایر درآمدها بر مبنای تعهدی بشه خریدمون به این شکل هست که وجوه نقد دریافت شده بابت خرید بر مبنای نقدی با افزایش در حسابهای پرداختنی تجاری و افزایش در پیش پرداخت خرید هامون جمع میشه و یا وجوه نقد دریافت شده بابت خرید ما با کاهش در حساب های پرداختنی تجاری و کاهش در پیش پرداخت خریدها منها میشه و کسر میشه تا مبنای نقدی خریدمون و وجوه نقد دریافت شدهمون در بحث خریدمون تبدیل به خرید بر مبنای تعهدی باشه. هزینه های عملیاتی هم به همین شکل میتونه از مبنای نقدی تبدیل به مبنای تعهدی بشه مثل وجوه نقد پرداخت شده بابت هزینه های عملیاتی که با افزایش در هزینه های پرداختنی و افزایش در پیش پرداخت هزینه ها جمع میشه یا منها میشه با کاهش در هزینه های پرداختنی و کاهش در پیش پرداخت هزینه ها. یعنی کاهش در هزینه های پرداختنی و کاهش در پیش پرداخت هزینه ها از وجوه نقد پرداخت شده بابت هزینه های عملیاتی کم میشه تا مبنای نقدی هزینه های عملیاتی تبدیل به هزینه های عملیاتی بر مبنای تعهدی بشه خب بریم سراغ اولین مثالمون که ببینیم اولین مثالمون چه اطلاعاتی به ما داده و چه اطلاعاتی رو از ما میخواد شرکت سپر چند دستگاه آپارتمان داره که به سایر افراد داره اونها رو اجاره میده طی سال منتهی به 29 اسفند ماه 92 شرکت مبلغ 600 هزار ریال اجاره از مستجرها دریافت کرده و مبلغ 360 هزار ریال بابت هزینه های عملیاتی پرداخت کرده یه تعداد اطلاعات دیگه رو هم داره ما خودمون رو بذاریم جای شرکت سپر یه چند تا آپارتمان داریم توی سال 92 که منتهی به 29 اسفند شده ما 600 هزار ریال اجاره دریافت کردیم و 360 هزار ریال هزینه های عملیاتی پرداخت کردیم. اجاره محل دریافتنی برای 29 دوازده 92 80 هزار ریال بوده برای سال 92 و برای سال 91 55 هزار ریال بوده. پیش پرداخت هزینه هایی که ما داشتیم 94 هزار ریال بوده برای سال 92 و برای سال 91 78 هزار ریال بوده. هزینه های پرداختنی که داشتیم 56 هزار ریال برای 92 و 84 هزار ریال برای 91 بوده و پیش دریافت اجارمون 68 هزار ریال برای 92 و 90 هزار ریال برای 91. سوال تهیه صورت سود زیان سال 92 رو بر مبنای نقدی و تعهدی از ما میخواد یه نگاه کافی و کامل به این سوال اطلاعات خیلی جالبی رو به ما ارائه میده ما حالا قبل از اینکه بریم سراغ جواب دادنش با توجه به روی سوال اطلاعات خیلی خوبی رو داریم میگیریم اینکه اجارهمون نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده پس درآمد اجارمون افزایش پیدا کرده پیش پرداخت هزینه هامون افزایش پیدا کرده یعنی ما نسبت به پارسال بیشتر پیش پرداخت هزینه دادیم یعنی هزینه هامون پیش پرداختش افزایش پیدا کرده هزینه های پرداختنیمون کاهش پیدا کرده یعنی احتمال داره از پیش پرداخت هامون تبدیل به هزینه شده و لذا هزینه های پرداختنیمون کاهش پیدا کرده پیش دریافت اجارمون هم کاهش پیدا کرده یعنی ما پیش پرداختی که در سال 91 داشتیم امسال به اجاره محقق شده یعنی تبدیل به درآمد شده درآمد اجارمون محقق شده امسال و لذا ما پیش دریافتمون کاهش پیدا کرده یعنی از حالت پیش دریافتی تبدیل شده به حالت درآمدی پس این اطلاعات رو روی سوال به ما میده ما باید بریم سراغ صورت سود و زیان بر مبنای نقدی و تعهدی برای این موضوعمون ما باید اول درآمد اجارمون بر مبنای تعهدی رو داشته باشیم و بعد بریم سراغ هزینه های عملیاتیمون ببینید ما از کجا فهمیدیم برای صورت سود و زیان سال 92 دو تا موضوع رو باید پیدا کنیم درآمد و هزینه خب قطعا ما اگر خودمون رو جای شرکت سپر بذاریم میگیم که ما برای اینکه به سودمون دست پیدا بکنیم به چه چیزهایی احتیاج داریم باید درآمدمون رو بدونیم بعد ببینیم چقدر هزینه کردیم از درآمدمون هزینه هامون رو کم بکنیم به سودمون میرسیم پس ما اینجا به غیر از اجاره و هزینه های عملیاتیمون نه درآمد دیگه ای داشتیم نه هزینه دیگه ای داشتیم پس ما صورت سود و زیانمون خلاصه میشه به درآمد اجاره و هزینه های عملیاتی بریم سراغ درآمد اجاره بر مبنای تعهدی چون ما بر مبنای نقدی درآمدهامون هامون رو داریم هم درآمدمون و هم هزینهمون رو بر مبنای نقدی داریم ولی باید تبدیل بکنیم این مبنای نقدی رو به مبنای تعهدی که زمانی که میخوایم صورت سود و زیان خودمون رو بر اساس این دوتا مبنا تهیه بکنیم اعدادمون دم دستمون باشه. پس بریم سراغ اجاره محل دریافتنی یا درآمد اجاره بر مبنای تعهدی و ببینیم که چه اصطلاحا اطلاعاتی رو میتونیم داشته باشیم اجاره محل دریافتنیمون اطلاعاتی که به ما میده بر اساس روی سوالمونه اجاره محل یافتنیمون نسبت به پارسال افزایش داریم پس بریم اونجا این افزایش رو اشاره بکنیم با توجه به اطلاعاتی که روی سوالمون به ما میده پس ما میتونیم بگیم که 80000 هزار ریال برای سال 92 داریم اطلاعاتمون 55000 هزار ریال هم برای سال 91 داریم پس 80000 هزار ریال منهای 55 هزار ریال برابر با 25 هزار ریال افزایش اجار محل دریافتنی پس ما با توجه به محاسباتمون متوجه شدیم که اجار محل دریافتنیمون افزایش داشته یه مورد دیگه هم توی اطلاعاتی که روی سوال به ما داد متوجه شدیم که اون هم افزایش داشت اون هم پیش پرداخت هزینه هامون بود پیش پرداخت هزینه برای سال 92 هزار ریال هست برای سال 91 78 هزار ریال هست پس ما یه اضافه پیش پرداخت هزینه رو هم داریم پس اعداد این رو هم بنویسیم پس بنویسیم که ما برای پیش پرداخت هزینه هامون 94 هزار ریال برای سال 92 داشتیم که نسبت به سال 91 که عددش 78 هزار ریال بود چه میزان افزایش داریم؟ ما 16 هزار ریال افزایش پیش پرداخت هزینه هامون رو داریم در مقابل ما کاهش هایی رو هم داریم مثلا هزینه های پرداختنیمون کاهش داشته نسبت به سال قبل یعنی ما برای سال 92 هزینه های پرداختنیمون 56000 هزار ریال هست برای سال 91 84 هزار ریال هست پس ما این کاهش رو محاسبه بکنیم بگیم که 84 هزار ریال سال 91 منهای 56 هزار ریال سال 92 به ما ما با تفاوت 28 هزار ریالی میده برای هزینه های پرداختنی که ما کاهش داشتیم هزینه های پرداختنیمون کاهش داشته نسبت به سال 91 ما سال 92 56 هزار ریال هزینه داشتیم سال 91 84 هزار ریال بنابراین 28 هزار ریال ما کاهش داشتیم یه مورد دیگه از کاهش هامون پیش دریافت اجاره هستش که ما در سال 92 68 هزار ریال پیش دریافت اجاره داریم ولی در سال 91 90 هزار ریال پیش دریافت اجاره داریم اون رو هم بنویسیم برای سال 91 و 92 که بتونیم محاسبات خودمون رو تکمیل ترش بکنیم و بریم سراغ صورت سود و زیان پس ما 90 هزار ریال از محل پیش دریافت اجاره سال 91 داشتیم منهای 68 هزار ریال در سال 92 داشتیم پیش دریافت اجاره که ما با تفاوت 22 هزار ریالی رو به ما نشون میده پس ما اجاره محل دریافتنیمون افزایش پیدا کرده پیش پرداخت هزینه افزایش پیدا کرده هزینه های پرداختنیمون کاهش و پیش دریافت اجارمون کاهش پیدا کرده بریم سراغ اسلاید بعدی درآمدهای های اجارمون بر مبنای تعهدی ما با تفاوت اعدادی هست که ما توی این اسلاید به دست آوردیم ما یه درآمد بر مبنای نقدی داریم که روی سوالمون به ما داده بود 600 هزار ریال به ما گفته بود ما درآمد اجاره داریم به اضافه اینکه ما یه افزایش در اجاره محل دریافتنیمون داریم به میزان 25 هزار ریال و یه دونه کاهش در پیش دریافت اجاره داریم 600 هزار ریال بر مبنای نقدیه این افزایش در اجاره محل دریافتنیه از طرف این کاهش در پیش دریافت اجاره است ولی چرا منفی نذاشتیم چون پیش دریافتمون کاهش پیدا کرده چه زمانی پیش دریافتمون کاهش پیدا میکنه زمانی که تبدیل به درآمد میشه یعنی ما پنجاه هزار تومن پیش پیش داده بودیم به موجرمون یا صاحب ملکمون الان دو ماه داریم میشینیم تو خونش از اون پنجاه هزار تومنه به میزان دو ماه دیگه پیش پرداخت ما نیست تبدیل به اجاره ما شده پیش پرداخت ما کاهش پیدا کرده از طرفی برای موجر ما یا صاحب ملک ما هم اون پیش دریافته تبدیل به اجاره و درآمد شده بنابراین جمع میشه و 647 هزار ریال درآمد اجاره بر مبنای تعهدی رو به ما نشون میده در مورد هزینه های عملیاتی بر مبنای تعهدی هم به همین شکله ما یه هزینه عملیاتی بر مبنای نقدی داشتیم 360 ریال روی سوال به ما داده بود در مقابل گفتیم که هزینه های پرداختنیمون کاهش پیدا کرده نسبت به این هزینهمون هزینه پرداختنیمون کاهش پیدا کرده و از طرفی پیش پرداخت هزینه‌مون افزایش پیدا کرده همونطور که گفتیم پیش دریافته اجارمون کاهش پیدا کنه تبدیل به اجاره میشه اینجا پیش پرداخت هزینهمون افزایش پیدا بکنه یعنی داره هزینه هامون کم میشه یعنی فعلا پیش پرداخته تبدیل به هزینه نشده پس این دوتا مورد از اون کل هزینه ای که ما در مبنای نقدی اعمال کرده بودیم کم میشه و 316 هزار ریال تبدیل مبنای نقدی به تعهدی هزینه های عملیاتی ما هستش. پس ما میتونیم بریم سراغ صورت سود و زیان بر مبنای نقدی و بر مبنای تعهدی حالا من اینجا عنوان رو بر مبنای تعهدی نوشتم که ببینیم ما بیشتر به دنبال تبدیل مبنای نقدی به مبنای تعهدی بودیم درآمد اجارمون با توجه به مبنای نقدی که میخوایم بنویسیم چه میزان بود من اینجا مینویسم بر مبنای نقدی و بر مبنای تعهدی پس درآمد اجارمون بر مبنای نقدی مبلغ 600 هزار ریال بود که به ما روی سوال داده بود پس ما می نویسیم 600 هزار ریال درآمد اجارمون بر مبنای نقدی هزینه های عملیاتیمون رو روی سوال به ما چقدر داده بود گفته بود 360 هزار ریال هزینه های عملیاتیمون هست ما پارانتز میکشیم داخل پارانتز میذاریم که بدونیم باید از این عدد بالایی کمش بکنیم اینها هزینه هستن ما اقلام هزینه ای رو یا اقلامی که نیاز به کم کردن داره یا منها کردن داره رو داخل پارانتز می نویسیم پس درآمد اجارمون و هزینه عملیاتیمون بر مبنای نقدی سود خالص ما تبدیل میشه به عدد چهل هزار ریال حالا بر مبنای تعهدی هم ما هم درآمد اجاره رو پیدا کردیم هم هزینه های عملیاتی رو توی اسلاید قبل پیدا کردیم پس بریم اونها رو هم همینجا بنویسیم ما برای درآمد اجاره عدد 647 هزار ریال رو پیدا کردیم از طرفی هزینه هامون نسبت به مبنای نقدی پایین تر اومده شده 316 هزار ریال از ما با تفاوت این دو عدد یعنی 647 هزار ریال و 316 هزار ریال عددی که سوالمون و سود خالص ما رو ارائه میده عدد 331 هزار ریال هستش پس ما روی سوالمون بر مبنای نقدی اطلاعاتش رو داده بود ما قرار بود بر مبنای نقدی و تعهدی صورت سود و زیان رو بنویسیم بنابراین ما بر مبنای نقدی و بر مبنای تعهدی صورت سود و زیان خودمون رو نوشتیم درآمد اجارمون هزینه های عملیاتیمون و سود خالصمون اینجا به ما نشون میده که تفاوت مبنای نقدی و مبنای تعهدی به چه شکل هستش بریم سراغ سوال بعدیمون سوال بعدیمون داره مانده حساب های شرکت بهار رو به ما ارائه میده که با توجه به اطلاعات مربوط به این حساب ها برای سال 92 و برای سال 91 اطلاعات مانده ی حساب ها رو به ما ارائه میده حساب های دریافتنی تجاریمون موجودی کالامون پیش پرداخت هزینه هامون حساب های پرداختنی تجاری پیش دریافت از مشتریان و هزینه های پرداختنی با توجه به اینکه ما توی سوال قبل و مثال قبل یاد گرفتیم که هر کدوم از این موارد مخصوصا پیش دریافت ها و پیش پرداخت تغییراتشون چه تفاوتی داره میتونیم باز هم همینجا روی سوال رو بخونیم و اطلاعات خیلی جالبی رو بگیریم مثل اینکه که های دریافتنی تجاریمون افزایش داره یعنی ما فروش داشتیم و فروشمون نسیه بوده که حساب دریافتنیمون افزایش پیدا کرده نسبت به پارسال فروش نسیه داریم امسال که حساب دریافتنی تجاریمون افزایش پیدا کرده موجودی کالامون هم افزایش پیدا کرده به ما اینو نشون میده که احتمال داره یا تولید داریم اگر شرکت تولیدی نداریم خریدمون یا برگشت از کالا وجود داره پیشپرداخت پرداخت هزینه هامون کاهش پیدا کرده یعنی ما بخشی از هزینه هامون رو که پیش پرداختش رو انجام داده بودیم تبدیل به هزینه شده یعنی از حالت پیش پرداختی دیگه خارج شده تبدیل به هزینه شده برای اون فردی هم که ما به اون پیش پرداخت رو انجام دادیم این پول رو دادیم تبدیل به درآمد شده حساب های پرداختنیمون افزایش پیدا کرده یعنی احتمال داره که ما نسیه خرید کرده باشیم پیش دریافت از مشتریانمون کاهش پیدا کرده یعنی مشتریانمون از ما جنس گرفتن و تبدیل به درآمد ما شده قبلا پیش پیش پولش دادن الان بخشش رو تحویل گرفتن و اون از ماهیت پیش دریافتی خارج شده و تبدیل به درآمد ما شده و هزینه های پرداختنیمون افزایش پیدا کرده نسبت به سال 91 سعی کنید این اطلاعات رو اگر میتونید بنویسید که توی اسلایت های بعدی که ب... توی بعضی از اسلایت ها نمیتونیم برگردیم به اسلاید قبلی این اطلاعات دم دستتون باشه و بتونید از اونها استفاده بکنید ما یه تعداد اطلاعات دیگه رو هم داریم مثل اینکه درآمد حاصل از فروش بر مبنای نقدیمون دو میلیون و, و هزار ریال هست بهای تمام شده یک کالای فروش رفته بر مبنای نقدی یک میلیون و چهارصد هزار ریاله همینطور که مبنای نقدی رو دارید میبینید قطعا پیشبینی میکنید که ما قرار توی سوالمون مبنای تعهدی رو پیدا کنیم هزینه های عملیاتیمون بر مبنای نقدی و هزار ریال هست و هزینه استهلاکمون پنج هزار ریال هستش سوال از ما صورت حساب سود و زیان برای سال 92 رو میخواد بر مبنای نقدی و بر مبنای تعهدی عین سوال قبلیمون باید بریم درآمد حاصل از فروش بر مبنای تعهدی رو پیدا کنیم بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای تعهدیمون رو پیدا کنیم و هزینه های عملیاتیمون بر مبنای تعهدی رو پیدا کنیم و برگردیم صورت سود و زیان رو برای شرکتمون تهیه بکنیم و آمادش بکنیم ما مثل سوال قبل میریم مرحله به مرحله درآمدمون رو بهای تمام شدمون رو و هزینه های عملیاتیمون رو از مبنای نقدی تبدیل میکنیم به مبنای تعهدی بعد میریم سراغ صورت سود و زیان و صورت سود و زیان خودمون رو با توجه به اون اعدادی که پیدا کردیم هم برای مبنای نقدی و هم برای مبنای تعهدی می نویسیم. ما حساب های دریافتنی تجاریمون برای سال 92 یه افزایشی داشته نسبت به سال 91 اگر خاطرتون باشه روی سوال ما حساب های دریافتنیمون برای سال 92 مبلغ 260 هزار ریال هستش پس ما می نویسیم 260 هزار ریال منهای 230 هزار ریال هم برای سال 91 بود که یک مابود تفاوت 30 هزار ریالی رو برای حسابهای دریافتنی مربوط به سال 91 و 92 به ما ارائه میده این یک مابود تفاوت هستش ما توی پیش دریافت از مشتریانمون هم یک کاهش داشتیم خاطرتون باشه گفتیم که پیش دریافت از مشتریانمون تبدیل به درآمد شده ما قبلا بیشتر از 130 هزار ریال پیش دریافت داشتیم الان تبدیل به 110,000 هزار ریال شده یعنی ما درآمدمون به میزان 20 هزار ریال افزایش پیدا کرده تبدیل به درآمد شده به ما پس ما میتونیم اون رو هم به این شکل بنویسیم ما 130 هزار ریال پیش دریافتمون تبدیل به 110,000 هزار ریال شده بنابراین یه مابوت تفاوت 20 هزار ریالی هم از این قسمت به دست میاد حساب های دریافتنی پیش دریافت از مشتریان این دوتا مورد چه معنی به ما میده شما اصلا ندونید که اینا رو میخوایم کجا ببریم ما حساب های دریافتنیمون و پیش دریافتمون از مشتریان چه چیزی رو داره به ما نشون میده داره بحث درآمد ما رو نشون میده ببینید پس ما درآمد حاصل از فروشمون رو در حساب های دریافتنی و پیش دریافت از مشتریانمون خلاصه کردیم الان بریم سراغ بهای تمام شده ما برای بهای تمام شده یا موجودی کالا رو میخریم یا تولید میکنیم یا حالا موجودی کالامون افزایش پیدا میکنه کاهش پیدا میکنه با توجه به حساب های پرداختنیمون یا صندوقمون که داریم نقد پرداخت میکنیم یا موجودی کالامون افزایش پیدا میکنه یا موجودی کالامون کاهش پیدا میکنه روی سوالمون ما دیدیم که موجودی کالامون امسال افزایش پیدا کرده نسبت به سال 91 بنابراین اون افزایش رو اینجا ما منعکس میکنیم میگیم که 660 هزار ریال موجودی کالا داریم برای سال 92 در حالی که برای سال 91 475 هزار ریال موجودی کالا داشتیم بنابراین یه ما تفاوت 185 هزار ریالی برای ما ارائه میده در مورد حساب های پرداختنیمون هم ما باز هم با یه افزایشی مواجه هستیم به نوعی که ما سال 92 375 هزار ریال حساب پرداختنی داشتیم در حالی که سال 91 300 هزار ریال افزایش داشتیم پس اون رو هم در این قسمت منعکس میکنیم مینویسیم که 300 هفتاد و پنج هزار ریال منهای سی 300 هزار ریال مربوط به حساب های پرداختنی سال 91 که برابر با هفتاد و پنج هزار ریال پس ما موارد مربوط به درآمد و بهای تمام شده رو توی این اسلایدمون محاسبه کردیم. بریم مبنای نقدی رو تبدیل به مبنای تعهدی بکنیم برای درآمد و بهای تمام شدمون ما فروش تعهدیمون رو اگر بخوایم از روی فروش نقدی به دست بیاریم به این شکل میشه که فروش نقدیمون دو میلیون و سیصد و پنجا هزار ریال بود سی هزار ریال افزایش توی حسابهای های تجاری داشتیم و 20 هزار ریال هم کاهش در پیش دریافت از مشتریانمون داشتیم که گفتیم این کاهش به این معنیه که تبدیل به درآمد ما شده که مجموعاً میشه دو میلیون و چهارصد هزار ریال برای بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای تعهدی هم به همین شکله ما یه بهای تمام شده بر مبنای نقدی داشتیم برای کالای فروش رفته یک میلیون و هزار ریال صد و هشتاد و هزار ریال ما با تفاوت افزایش در موجودی کالامون بود موجودی کالامون افزایش پیدا کرده یعنی از کالای فروش رفته امسال اون کم میشه و افزایش در حساب های پرداختنیمون طبق توضیحاتی که قبلا هم داده شد خدمتتون جمع میشه و عدد یک میلیون و و ریال برای بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای تعهدی به دست میاد ما میریم سراغ هزینه های عملیاتیمون بر مبنای تعهدی اون رو هم پیدا میکنیم و میریم صورت سود و زیان خودمون رو مینویسیم ما توی بحث هزینه های عملیاتیمون یه هزینه پرداختنی داریم یا هزینه های پرداختنیمون یه پیش پرداخت هزینه هامون رو داریم و یه هزینه استراک باید بریم ببینیم که هزینه های پرداختنیمون پیش پرداخت هزینه و هزینه استهلاکمون چه تغییری کرده و با توجه به اون تغییر هزینه های عملیاتیمون رو که بر مبنای نقدی بود تبدیل بکنیم بر مبنای تعهدی هزینه های پرداختنمون یه افزایش داره یعنی سال 91 که 150 هزار ریال بود سال 92 تبدیل شده به 225 هزار ریال بنابراین ما میتونیم اینجا 225 هزار ریالمون رو بنویسیم منهای 150 هزار ریال بکنیم که عدد 75 هزار ریال رو به ما میده این برای هزینه های پرداختنیمون. ما در مورد پیش پرداخت هزینه هامون یه کاهشی رو داریم. یعنی در سال 92 ما 200 هزار ریال پیش پرداخت هزینه داریم. در حالی که همین پیش پرداخت هزینه در سال 91 280 هزار ریال بود. پس ما این مورد رو هم اینجا بنویسیم و ما و تفاوتش رو حساب بکنیم. 280 هزار ریاله. سال 91 منهای 200 هزار ریاله. سال 92 که برابر با 80 هزار ریال کاهش در پیش پرداخت هزینه ها هستش هزینه استحلاکمون هم که یه عدد ثابتیه که به ما داده منظور عدد ثابت نه عددی که برای همیشه ثابت هست ها منظورم اینه که یه عدد مشخصی رو روی سوالمون به ما داده 175 هزار ریال هزینه استهلاک رو روی سوال به ما داده پس ما هزینه های تعهدیمون رو میتونیم به این شکل محاسبه بکنیم هزینه بر مبنای نقدی 175 هزار ریال استهلاکمون و هزینه استهلاکمون 75 هزار ریال افزایش توی هزینه های پرداختنیمون و 80 هزار ریال کاهش در پیش پرداخت هزینه هامون که مجموعاً یک میلیون ریال هزینه های عملیاتی هست که ما به دست آوردیم بریم صورت سود و زیان رو بنویسیم ما توی صورت سود و زیان بر مبنای نقدی و تعهدی سه تا مورد رو خواهیم داشت توی سوال قبل و مثال قبلی ما بهای به تمام شده کار فروش رفته نداشتیم ولی اینجا بهای به تمام شده کارای فروش رفته رو هم داریم بنابراین ما میریم با توجه به مبنای نقدی و مبنای تعهدی حاصل باسن مبنای نقدی و مبنای تعهدی محاسباتمون رو انجام میدیم با توجه به مبنای نقدیمون، ما درآمد حاصل از فروشمون رو به میزان 2 میلیون و 350 هزار ریال داشتیم بهای به تمام شده کالای فروش رفته رو 1 میلیون و 400 هزار ریال داشتیم و هزینه‌های عملیاتیمون 700 25 هزار ریال بود و باز هم به خاطر ماهیت هزینه یه پارانتز رو هم داشت پس سود خالص ما بر مبنای نقدیمون تبدیل میشه به عدد 225 22 هزار ریال حالا بریم بر مبنای تعهدی و با توجه به اون اعدادی که پیدا کردیم درآمد حاصل از فروشمون رو دو میلیون و چهارصد هزار ریال پیدا کردیم. بهای به تمام شده کالای فروش رفتمون رو یک میلیون دویست و هزار ریال محاسبه کردیم و هزینه های عملیاتیمون رو یک میلیون پنجاه و هزار ریال محاسبه کردیم. با توجه به تفریق هزینه های عملیاتی و بهای به تمام شده کالای فروش رفته از درآمد حاصل از فروش ما سود خالص رو به میزان پنجاه و پنج هزار ریال خواهیم داشت برخلاف سوال قبل و مثال قبلمون که سود خالص مبنای تعهدیمون بیشتر از مبنای نقدیمون بود توی این مثالمون سود خالص مبنای نقدیمون بیشتر از سود خالص مبنای تعهدیمون هستش بریم سراغ مثال بعدی این فصلمون ما توی این مثال اطلاعات مربوط به شرکت باران رو داریم توی این اطلاعاتی که به دست ما اومده بعضی از حساب های شرکت باران رو به ما ارائه میده مثل حساب های دریافتنی تجاری که باز هم برای سال 91 و سال 92 وجود داره پس برای سال 91 و برای سال 92 اطلاعات حساب های شرکت باران در اختیار ما قرار داده شده مثل حساب های دریافتنی تجاری که حساب های دریافتنی تجاریمون افزایش پیدا کرده باز هم همون مسئله قبلی هستش 150 هزار ریال که نسبت به 115 هزار ریال سال 91 یک ما 35 هزار ریال افزایش رو داشتیم موجودی کالامون افزایش پیدا کرده 250 هزار ریال بود سال 91 الان 300 هزار ریال هستش پیش پرداخت هزینه هامون هم افزایش پیدا کرده